سرخط خبرهای تازه از افغانستان و جهان. پتریوس رسما به جای کریستال در کابل. اینجا برای پیروزی آمده ایم و اجازه آشوب را به کسی نمی دهیم. نگرانی ها از قدرت گرفتن طالبان در نورستان. جریان هایی در کابل از این روند حمایت می کنند. مبارزه با مواد مخدر جدیتر از گذشته، این بار اما با آموزش‌های مسلکی پلیس. $2 میلیارد برای تولید انرژی خورشیدی در آمریکا، تلاش اوباما در راستای صنایع انرژی پاک. و جو بایدن در عراق در کنار نظامیان در روز استقلال، کمک به پایان بن‌بست سیاسی هدف اصلی این سفر. بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام و وقتتان بخیر. بینندگان گرانقدر به خبرهای ساعت 8 از نگاه خوش آمدید. امروز یکشنبه 13 سرطان سال 1389 خورشیدی که برابر می شود با 4 جولای سال 2010 میلادی. این برنامه خبری را من فاطمه احمدی و اتفاق همکارانم جواد سروش و ادریس جویا میزبانی می کنیم. اما برنامه این ساعت را با خبری از آغاز رسمی ماموریت دیوید پتریوس آغاز می کنیم. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان، امروز رسما کار خود را آغاز کرد. پتریوس در نخستین روز کاری خود با مخالفان مسلح دولت هشدار داد که اجازه نمی‌دهد تا افغانستان محل امنی برای القاعده و حامیان طالب آن تبدیل شود. جنرال 4 ستاره آمریکایی که به تازگی به عنوان فرمانده عمومی نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان منصوب شده، میگوید ماموریت در افغانستان در شرایط کنونی دشوار و پرمخاطره است. با گزارشی از علی طاهری توجه میکنیم. در مراسم رسمی در مقر فرماندهی ناتو در کابل، جنرال دیوید پتریوس دو پرچم را به دست گرفت. پرچم ایالات متحده و پرچم اتلانتیک شمالی ناتو. پتریوس پس از این لحظه فرماندهی حدود 130 هزار نیروهای خارجی در افغانستان را بر عهده گرفت که بیشتر آنان آمریکایی‌اند. دیوید پتریوس گفت که بیان این موضوع برای مردم افغانستان و جهان مهم است که ما دیگر به القاعده و حامیان تندرو آنان اجازه نخواهم داد که با تسلط بر افغانستان بار دیگر آمریکا و دیگر کشورها را تهدید کند. فرمانده عمومی ناتو در افغانستان در نخستین روز کاری خود تاکید کرد که در استراتژی مکرسال تغییر وارد نمی کند و تنها در گروه های کاری خود تغییرات را به وجود خواهد آورد. As President Obama and NATO Secretary General Rasmussen have noted, my assumption of command represents. همان طور که رئیس جمهور اوباما و دبیر کل ناتو آقای راسموسن گفتند، من در گروه کاریم تغییرات می آورم، نه در سیاست و یا استراتژی کلی من. مقام های آمریکایی پیش از این نیز هشدار داده بودند که طالبان با اطمینان و سرسخت‌تر از گذشته می جنگند. اکنون دیوید پتریوس حفاظت از جان غیر نظامیان را در اولویت کاری خود قرار داده و گفته است که بدون به دست آوردن دل افغان‌ها دشوار است که در افغانستان به پیروزی دست یافت. او یک بار دیگر هشدار داد که پیش از پیروزی خشونت‌ها شدت خواهد یافت. Afghans and the citizens of ISAF countries look forward to the day when conditions will permit the transition of further tasks to Afghan forces. مردم افغانستان در ماه‌های اخیر جنگ سخت میان نیروهای ما و مخالفان را شاهد بودند، اما همین طوری که پیش می‌رویم تمام تلاش خود را برای کاهش تلفات غیر نظامیان بیگناه به خرج خواهیم داد. البته این موضوع را با طور ضمنی فرمانده نیروهای مشترک به مکرسال نسبت داد و نقش فرمانده برکنار شده را برجسته عنوان کرد. General McChrystal has substantially broadened the scope of the mission on the basis of the comprehensive approach. هیچ کس به اندازه جنرال مک‌کریستال در این زمینه فعالیت نکرده و پیشرفت‌هایی که در ماه‌های اخیر داشته‌ایم خود بیانگر آن است. مقاومت، مبارزه و دستاوردهای بشماری که در مقابل دشمن سرسخت به دست آورده‌ایم نتیجه تلاش‌ها و رهبری درست اوست. دیوید پتریوس که روز جمعه وارد کابل شد با مقام‌های آمریکایی و مقام‌ها در دولت دیدار کرده است. رئیس جمهور کرزی در دیدار با او خواستار دقت بیشتر در قراردادهای نظامی شده که به ادعای او بیشتر زمینه فساد را فراهم کرده است.
در همین حال تغییر در فرماندهی ناتو توقع شهروندان کشور را نیز افزایش داده است. شماری از باشندگان کابل از تغییرات ایجاد شده استقبال کرده و انتظار هماهنگی‌های بیشتر را در عملیات‌های نظامی و ملکی دارند. جزئیات بیشتر با شاه حسین اشرفی. پس از دو هفته سردرگمی نیروهای ناتو در افغانستان، امروز جنرال دیوید پتریوس فرماندهی نیروهای بین المللی را رسما عهده‌دار شد. با این حال شماره از باشندگان کابل از جایگزینی دیوید پتریوس استقبال کرده و امیدوارند که با شروع کار رسمی او استراتژی دولت آمریکا با شورشان طالب کار را یکسره کند. مردم افغانستان در نظر دارد که اول خواست نیست که نظر داشته باشد به کشتار بیگناهایی که در افغانستان میشد، جلوگیری از قتل بیجای به امنیتی، و خواست مردم هم هست که اگر کدام جا عملیات میکند باید نظر داشته مردم افغانستان در نظر داشته باشد و از قتلای که به جای میکشته میشد جلوگیری کند. مردم افغانستان خواهان امنیت و صلح و ثبات در افغانستان هستند. همون قسمی که نیروهای امریکا از سال 2001 به این طرف در افغانستان آمدن به خاطر آوردن صلح امنیت در افغانستان، و از امو سال تا بعد مردم یک امیدواری از خود نشان دادن، مردم از جنگ و از بدبختی خسته شدن. این پایتخت نشینان امیدوارند که با جنگ نفسگیر در افغانستان خاتمه داده شود. باشندگان شهر کابل میگویند که برنامه های طرح شده از سوی دولت آمریکا مردم افغانستان را خرسند و طالبان را ضعیف کرده است. اما این خوشبینی به نظر میرسد که در سطح شهروندان عادی محدود می شود. آنان میگویند که آب از سرچشمه صاف نیست. تا زمانی که این اختلاف نظر در درون کاخ سفید بر سر قضیه افغانستان وجود داشته باشد، نباید انتظار این باشد که استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان بتانه به نحو احسن تطبیق بشه، به اضافه این که میان واشنگتن و دیگر متحدان غربی افغانستان نیز اختلاف نظرهای بر سر چگونگی مبارزه با تروریسم در افغانستان وجود دارد. با گفته ی رفعت، با آنکه دیوید پتریوس یکی از مهندسان طرح مصالحه با طالبان است، اما چالش‌های امنیتی می‌تواند مسیر حرکت نیروهای زیر فرمان او را تغییر دهد.